خب میلاد بفرمه. داشتیم میدیدیم. اوکی سلام میکنم دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. با تو سلامی ندارم. قبل از اینکه امروز میون تو کلاب هاوس، تو یه کلابی که جمهوری خواهان و مشروط خواه دارن صحبت میکنن، رای گیری میکنن، یه دفعه یه کمونیست میاد بالا یه چیز دیگه میاد صحبت. من با تو حرفی ندارم. من همه حرفم این بود تو اون اتاق، حالا اگه بخوای میتونم بگم چی گفتم، این بود که بابا یه کم سطحتون رو بیارید بالا. همه البته مشروطه خواه اینجوری نیستن انصافا، ولی اونایی که تو اون اتاق بودن واقعا خیلی دم دستی داشتن بررسی میکردن مسئله رو. و همین من اومدم یه سری نکاتی گفتم، حالا اگه بخواید میتونم بگم چی گفتم تو اون اتاق، ولی الان یه بحث دیگه ای رو میخواستم مطرح کنم. ما یه برنامه درباره کمونیستی گذاشتیم، باید دیگه تعطیل کردیم کمونیستی رو، دیگه لازم صحبت. دقیقاً بازم اومده اونجا بحث اقتصاد داشت میکرد. تموم شد، اون یه برنامه کافی بود دیگه. هر کسی درباره کمونیستی از ما بپرسه میگیم برو اون برنامه رو نگاه کنین که نشون بدیم که چرا رفرنس اونه. خب نه حالا من اومدم اولا نگاه ببین چه کامنتی خوبی گذاشت. الان سطحتون رو بیاریم بالا تا به کمونیست برسونیم. بله 100% برسیم. من خیلی از کسانی که منتقد کمونیسم هستن و به خصوص چون من از کمونیسم کارگری دفاع میکنم، همچنان معتقدم که واقعا درک دقیقی از مسئله ندارن. خب ما که داشتیم و دیگه اون برنامه، حالا شما مخالفین، ولی بعضیا هستن که خیلی هستن. مثلا این دوستمون نیلوفر همونیه که اون دفعه ما در تو مسیح النجات داشتیم صحبت میکردیم با هم، اگه یادمون باشه. میلاد اکثر کمونیستا اینه، درباره خود کمونیستا هم میتونیم بگیم اکثر کمونیستا تنها درکی که از سیستم سرمایه‌داری دارن همون چیزایی که تو کتابای کمونیستی خوندن، هیچ مطالعه دیگه خارج از اون در رابطه با ما سرمایه‌داری ندارن. میلاد و بچه‌ها دوستان عزیز، البته من به میلاد تبریک گفتم، میلاد به من گفتش که به من ربطی نداره، به من تبریک نگو. یه جورایی چند وقت پیش حزب کمونیست اتریش توی یکی از استانای عرض کنم که بزرگ اتریش به حساب برنده شد، به حساب اون نفر اول حزب شد و الان یه قدرتی هم داره. فقط خواستم بگم یک جای یه قدرتی به دست آورد تو اروپا این کمونیست جدیدن. خب حالا میلاد در باره چی می‌خواستی صحبت کنی؟ شما دیگه کمونیست دیگه از من می‌خواستم صحبت کنم. حالا اون کمونیستایی که تو اتریش به قدرت رسیدن، من با بابک بحث کردم، خوب شد کاش بقیه بحثم میگفت. حالا برو سراغ بحث خودم. اولا یه سوال داشتم از آرمین، بالاخره مهمون برنامه میاد یا نمیاد؟ آرمین از بابک باید بپرسید نه از آرمین. از بابک باید بپرسید. نه آخه آرمین خیلی ناراحت شد. نگید دیگه فلان تو لایو شد. من به مهمون برنامه ببخشید پیغام دادم نیومدن. یاسرم از اون بر چند بار تماس گرفت، حتی رو گوشی من همینجوری صفحه چیزم بازه. بابک این میلاد پرسیده، میلاد من برای بچه ها دارم میگم تو میکنم لازم بود. آره باش من کرم دارم بریزم بابک دیگه موبایلت هم دیگه اینجوری نشون نده، برای امنیت خوب نیست. بگو میلاد بابک خیلی بچه صادقیه، صداقت بابک رو من دوست دارم. دیگه نپرس دیگه، برو سراغ اصل. شیطنت منو متوجه نشد بابک. ای داد میذارمت پایین میلاد. باشه باشه نه میگم صحبتم. من به نشانه اعتراض رفتم. میلاد من نکته‌ای که می‌خواستم بگم، بر صورت حالا در رابطه با مهمونتون می‌خواستم یه سری نکاتی بگم، نمیدونم میشه گفت یا نه، ولی ایشون به نظرم برگه زرین دیگه‌ای به پروفایل پر افتخار خودشون اضافه کردن با این غیبتی که امروز داشتن و متاسفم واقعا برای همچین آدمی. حالا نمیشه اینجا غیبتش کرد. ببخشید میلاد، نه بابا وقتمون رو تلف نکن. من 30 ثانیه میخوام چیز بگم. میلاد جان ما هنوز هیچ قضاوتی نمیتونیم بکنیم در این مورد، خواهشاً اینجوری صحبت باشه. من در رابطه با تاپیک صحبت بکنم. میلاد الان 2 دقیقه است اومدی بالا، ما هنوز درباره موضوعی که می‌خوای صحبت بکنی نکردیم. اگه میشه باشه. آینده اسلام در خطر تفکر اسلامی در آینده ایران. ببینید من فکر می‌کنم اسلام و مذهب سیاسی مشخصن. حالا اسلام ممکنه نسخ دیگه ازش ساخته بشه به این دلیل که به هر صورت یه عده نف دارن که اسلام رو نگه دارن. یه ورژن های عجیب غریبی که واقعا جالب آدم میشنوه توی این تفکراتی که روشن فکران دینی دارن بحثایی که دارن، ولی اسلام سیاسی و مذهب سیاسی در آینده ایران هیچ نقشی به نظر من نداره.
و هیچ خطری هم نداره. حالا یه سری از افراد هستن که میان سری تفکرات و تئوری هایی رو از خودشون در میکنن به قول معروف، ولی به نظرم محلی از اعراب در نهایت این موضوع نداره. یعنی چی؟ اولا اسلام سیاسی معنی نداره، اسلام همش سیاسیه. اسلام تا وقتی که اسلام هیچ ربطی با قرآن داشت، تا وقتی که کمترین ربطی با قرآن داشته باشه، اسلام یک دین سیاسیه. اصلا اسلام سیاسی کلمه اسلام سیاسی اصلا بی‌معنیه. اسلام وقتی ما میگیم اسلام سیاسی، معنیش اینه که ما اسلام غیر سیاسی داریم. اسلام غیر سیاسی ما نداریم بابا. دقیقاً یکی از مشکلات بزرگی که من با حزب کمونیست کارگری ایران دارم همینه. همه جا از این واژه اسلام سیاسی استفاده میکنن. من هنوز نفهمیدم واقعا تفاوت اسلام سیاسیشون با اسلام معمولیشون چیه. من اینو توضیح دادم ولی من الان اجازه بدید بحثم تمام شه. عذر میخوام یه لحظه من قطع کردم چون من سر کار هستم، برام مشتری اومد. من بحثم سر اینه که من اصلا معتقد نیستم که اسلامی که مذهبی که بر اساس دعای قدرت سیاسی داره در فضای سیاسی ایران جایگاه و پایگاهی خواهد داشت. امروز که داریم همین الان که داریم صحبت میکنیم، حتما میدونید که چند ساعت پیش خبر درگذشت آقای بنی صدر منتشر شد. آقای بنی صدر هم سکولار شده بود این سالهای آخر، مجاهدین هم در حقیقت سکولار شدن. برای همین الان میخوام بهتون بگم حالا این تئوریایی که تمدنی که بحث میکنن یه سری از افراد جالبه، میشه شنید، ولی واقعیت روی زمین اینه که بر اساس به نظرم اسلام در آینده سیاسی ایران هیچ نقشی نداره. اگر وقت داشتید و دوست داشتید این اسلام سیاسی رو میتونم توضیح کنم. خب این خیلی اسلام در آینده سیاسی ایران هیچ نقشی نداره. خب اگه نقش نداره معنیش نیست که اسلام خطر، ببین نقشش ممکنه کمتر بشه، اینو بستگی داره، شما این پیش بینی رو نمیتونید بکنید. خب ولی تو وقتی که نقش داشته باشه خطر، یعنی این نقص اینو نقص نمیکنه که اسلام خطرناکه. اسلام موقعی خطرناک نیست که وجود نداشته باشه، یعنی تأثیری نتونه بذاره. یعنی این ذات اسلامو عوض نمیکنه. شما میگی اگه خطرش داره کمتر میشه، به خاطر این نیست که ذاتش کمتر خطرناک شده، برای اینکه جلوی تأثیر گذاشتنش گرفته شده، ولی به طور ذاتی خطرناکه. اینو قبول داری میلاد؟ آره موافقم. به هر صورت اسلام، منم موافقم که اسلام در کنهش یک مذهب سیاسیه و همیشه این ظرفیت و پتانسیل درش هست که به نوعی بخواد به قدرت برگرده. منتها امروز که ما داریم صحبت میکنیم با افتضاحی که جمهوری اسلامی به بار آورده و اینکه به هر صورت آتئیزم در فضای سیاسی ایران یک ترند شده، این بسیار جای دلگرمی داره که تقریبا روز یا ساعتی نیست که شما کلاب هاوس برید یه اتاق در ارتباط با آتئیزم نباشه در فضای سیاسی ایران. من بعید میدونم تا حداقل شاید دهه های آینده ما شاهد این باشیم که بر اساس اسلام بخواد قانون گذاری بکنه در ایران. سکولاریسم این پیش بینی اینجوری نمیشه. ممکنه درست بگی، ممکنه هم اشتباه بگی. این پیش بینی های کلی برای آینده هر کشوری به نظر من خیلی به جا نیست. شما همین پیش بینی که شما داره میکنید متفکران خیلی بهتر از من و شما درباره آینده مسیحیت همین تصور رو داشتن 200 سال پیش. خب بیشتر از 200 سال پیش، یعنی شما نگاه کنید متفکرین قرن 17 و 18 هم روندی رو که داشتن نگاه میکردن، فکر میکردن که مسیحیت به زودی زود به طور کامل داره نابود میشه. خب ولی الان اگه میدیدن که مثلا توی آمریکا چقدر مثلا مسیحیت و تو کشور دیگه مسیحیت توی سیاستشون تاثیر داره، اصلا نمیتونست، یعنی اصلا پیش بینی اون ببخشید صحبت قطع میکنم. ببین اون مسیحیتی که امروز ما داریم میبینیم در غرب قابل مقایسه نیست با مسیحیتی که مثلا انقلابیون فرانسه باهش دست به گریبان بودن در قرون وسطا. این خیلی متفاوته. اون قرون وسطا نه قرون وسطا نبود، بحثت مذهب مسیحیتی که در قدرت بود. من اینو میخوام بگم مذهب یه زمانی کلیسا مثل الان که آخوندا و مراکز مذهبی قدرت سیاسی رو دارن، در اروپا کلیسا قدرت رو داشت. این مسیحیتی که ما این آره ولی قرون وسطا خیلی قبل از اون بود. ما در قرون وسطا رو اشتباه گفتم. بحث من اینه که این مسیحیت اون مسیحیت نیست، تفاوت کرده. شما پس حرف منو مرسی، حرف ما رو دارین تایید میکنین دیگه. یعنی شما اگه دارین میبینین اسلام هم میتونه یه جهشی پیدا بکنه، یه این مسیحیت بشه. اون خطرناکی مسیحیت سابق رو نداره، چون اصلا در قدرت به امروز شما مسیحیت همه ایسگرهایی رو به رسمیت شناختن. خیلی جالب نخه مسیحی
نه اولا که مسیحیه مثلا توی میلاد بذار منم صحبت ببین یک ذره نمیذاری من حرفم تمام بشه ببخشید ببین مسیحیت به شدت خطرناکه مسیحیت ضرری که داره به کره زمین میزنه الان به شدت زیاده. حالا اولا هیچ وقت نگه که مسیحیت همجنسگرایان رو قبول کرده، نه این مسیحیان هستن، مسیحیت به خود به خودی خودش به شدت علیه همجنسگراییه. اینکه مسیحیان بیان همجنسگرایی رو قبول بکنن بعضیاشون معنیش نیست که مسیحیت قبول کرده. ما مسلمون داریم، ما اگه مسلمون داشته باشیم که بیاد همجنسگرایی رو قبول بکنه این که معنیش نیست که اسلام طرفدار همجنسگراییه. ما اگه مسلمون داشته باشیم که طرفدار دموکراسی باشه، طرفدار سکولاریسم باشه، ما اگه مسلمون داشته باشیم که بیاد بگه من علیه خشونتم، اون مسلمونه که علیه این چیزاست. اسلام که به خودی خودش نظر اون مسلمان رو قبول نداره. خب ما که میدونیم اسلام ذاتش چیه. مسیحیت هم همینجوریه. مسیحیت الان بزرگترین ابرقدرت جهان، مسیحیت داره روی سیاست‌های داخلیش و خارجیش تأثیر میذاره، روی زندگی همه ما تأثیر داره. مسیحیت دینیه که باعث شده که خیلی از سیاست‌های آمریکا طبیعت تمام کره زمین رو خیلی جدی نگیره. همه ما داریم هزینه اینا میدیم. ما تمام کره زمین رو اینا ممکنه به خطر بندازن. مسیحیت دینیه که خیلی از سیاستمداران آمریکا تصمیماتی رو که میگیرن برای سیاست‌های خارجیشون بر اساس اینه که خیلی از کسایی که رأی میدن میخوان تو اسرائیل مسیح برگرده. میخوان یه اتفاقی بیفته که تو اسرائیل مسیح برگرده. بر اساس این میاد تمام انتخاب، یعنی این تاثیر، این همه تصمیمات بر اساس این نیست، ولی این تاثیر بسیار زیادی داره. مسیحیت الان باعث شده که تو تکساس دولت سعی کنه که اصلا کلی ببین، مسیحیت هم توی تکساس باعث میشه که حق زنانو توی ابورشن و اینا فشار روشون بیاد بشه در، یعنی توی قوی ترین، توی پیشرفته ترین، یکی از پیشرفته ترین کشورهای جهان اصلا باور نکردنیه که این حقوق زن اینجوری الان داره به چالش کشیده میشه. خب مسیحیت، ترامپ اومد الان چند تا قاضی سپریم کورت آمریکا بر اساس این که اینا به خاطر مسیحی ها انتخاب شده. یعنی چند دهه کلا تمام تصمیمات دادگاه های تمام آمریکا به عقب برگشته شده به خاطر اینکه ترامپ اومده قاضیانی رو انتخاب کرده که مسیحیان تو آمریکا راضی بشن. یعنی شما خب حالا میگی که مگه من مخالف اینم؟ آمین جان اگه صحبت تموم شد من یه توضیح بدم. بگو. ببین من اصلا منکر این حرفایی که تو میزنی نیستم. بحث من سر اینه که ما از یه مقطع تاریخی داریم صحبت میکنیم که مسیحیت در قدرت بوده، قدرت سیاسی دستش بوده و تمام امکانات کشور در اختیارش بوده. این مسیحیتی که ما امروز داریم حرف میزنیم که اون نیست. اینایی که نکاتی که تو میگی درسته، بحث تا زمانی که مناسبات اقتصادی به این شکل الان بدتره، الان بدتره، الان یعنی نه الان... من اینو اعتقاد ندارم. ما الان در غرب بذار بگم چرا الان بدتره، نه مذهب سیاسی، بگم یه چرا الان بدتره. چون الان مهمترین چیزی که کره زمین رو تهدید میکنه همین تغییرات اقلیمیه. خب هر کسی که کوچکترین تأثیری داشته باشه روی اینکه دولت‌های جهان اینو جدی نگیرن، همه کره زمین تا صدها سال باید هزینه اینو بده. و اینکه بزرگترین ابرقدرت جهان این اولویت تمام سیاستاش نیست که جلوی این تغییرات رو بگیره، به خاطر همین ریپابلیکن ها هستن، به خاطر همین جمهوری خواهان هستن که فقط مسیحیان هستن که باعث شدن اینو تو قدرت بمونن. این هزینش بذار بگم جواب خودت هم دادی. حالا بگیم به فرض حرف تو درسته، خب به فرض بگیم که مسیحیت به طور نسبی، نه به طور کلی ولی به طور نسبی، تأثیرش روی سیاست به شدت کمتره. من اینو قبول دارم به طور نسبی به کشورهای مسیحی گذشته، خب به طور نسبی. و این پس این نشون داده که چی؟ پس این نشون داده که حتی اگه به طور نسبی قدرتش از دست بده هنوز هم هزینه داره، هنوز هم خطرناکه. خب پس شما اگه دارین میگین که اسلام توی آینده ایران خطری نخواهد داشت، بعد میان مثال میزنه که نگاه کنین خطر مسیحیت کمتر شده. خب اگه بر اساس مثال خود شما هم بریم، پس معنیش اینه که اسلام تو آینده ایران این نیست که حذف بشه، هیچ خطری نداشته باشه. ممکنه خطرش کمتر بشه، ممکنه تأثیرش کمتر بشه. خب ولی تا وقتی که اسلام هست، تا
تا وقتی که اصلا وجود خارجی داشته باشه باعث هزینه میشه، باعث ایجاد خطر میشه. نمیتونی بگی هیچ، تو از کلمه هیچ استفاده کردی، من هیچ قبول ندارم. ببین در تو با محیط زیست من یه مثال، یه نکته بگم. من فکر میکنم و فکر میکنم مخاطبین این برنامه اینو تصدیق بکنم، همچنین خودت و بابک، که شخص دونالد ترامپ آدم مذهبی و مسیحی نبود و نیست. درسته، شاید ربطی نداره. خیلی خب، از مسیحیت استفاده کرد، شد بخشی از مسیحیان و رأیشون رو داشته باشه، ولی شخص ترامپ نه خودش مذهبی بود نه تصمیماتی که میگرفت بر مبنای مسیحیت بود. اون که از مثلا اون قرار اقلیمی در حقیقت پاریس خارج شد و اومد گفتش که بسید محیط زیست اینا دروغ میگن و محیط زیست وضعش خراب نیست و غیره، برمیگشت به اینکه این میخواست یک سری از مشاغل رو برگردونه که بتونه از طریق اون یه سری از کارگرها، یه سری از افرادی که بیکار شده بودن رو به بازار کار برگردونه. میلاد نه، بعد در مناسبت سود و سرمایه این قضیه رو بررسی کرد. نه مثلا تو همه، تو به عنوان کمونیست همه چی رو میخوای تکلیتی بکنی بذاری سر سیستم سرمایه‌داری. این تکلیتی نیست، این خیلی علتهای مختلفی داره. یکی از علتهایی که بسیار تاثیر داره روی تصمیماتی که تو آمریکا گرفته میشه برای اینکه مبارزه با تغییرات اقلیمی بشه یا نشه، اینه که مسیحی‌ها به این اعتقاد ندارن. خب این تاثیر داره، همه چیز به خاطر سیستم سرمایه‌داری نیست. یه چیز دیگه هم بگم، کمونیست‌ها به شدت تاثیرشون روی محیط زیست منفی‌تر بوده تا سیستم سرمایه‌داری. اتفاقا سیستم سرمایه‌داری به خاطر اینکه خیلی تمرکز داره که روی که بیشتر با هزینه کمتر، یعنی اگه جای این یه سیستم دیگه میومد هزینه برای محیط زیست بیشتر از سیستم سرمایه‌داری میشد. اگه یک سیستمی مثل کمونیستی بود، برای اینکه سیستم کمونیستی هزینه تولید و بنزین سیستم سرمایه‌داری خوب مدیریت نمی‌کنه، برای همین هزینه برای محیط زیست هم بسیار بیشتر میشد. هر پیشرفتی که بخواد بشه تو زمین بذار من یه چیز دیگه هم بگم، ولی با این حال حتی اگه درباره این چیزا هم اختلاف نظر داشته باشیم، من چیزی که می‌خواستم اشاره کنم بهش این بود که تو گفتی که ببینید مسیحیت الان ضررش کمتره به طور نسبی نسبت به کشورهای مسیحی دیگه، کمتر مسیحیت و قدرته. خب پس یعنی تو میگی اگه کمتره یعنی چی؟ یعنی حذف نشده، یعنی هنوز هزینه داره، هنوز خطر داره. خب منم درباره اسلام نظرم همینه، من میگم نمیتونی بگی تو آینده ایران خطر، اسلام هیچ تأثیری رو سیاست نمیذاره. به طور هیچ، تو چندین بار از کلمه هیچ استفاده کردی. من میگم تا وقتی که اسلام داشته باشیم، اسلام رو سیاست تأثیر میذاره و تأثیرش هم تأثیر منفی و پرهزینهی برای همه مردم میخواهد بود که روی اون سیاست رو زندگیشون داره تأثیر میذاره. اوکی، من فقط جنبندی پس بکنم اگر موافقین دوستان دیگه هم تونو بعد هستم. اولا من به دیسی بگم، بذار پس من صحبت هم بکنم بابک جان، بعد تو بگو. نمود خودت اجازه بده یه لحظه، اجازه بده من این صحبت همون بکنم لطفا. ببین اولا من موقعی که ما نقد میکنیم نظام سرمایه داری یا هر نقد دیگه‌ای به هر موضوعی داریم، این مغلطه یوتو هست که ما برگردیم بلافاصله بگیم حالا اون آلترناتیوی که تو مد نظرت هست که بدتره. من در تو با آلترناتیو خودم صحبت نمیکنم، من دارم میگم که اگر در آمریکا قضیه محیط زیست در بخش ریپابلیکن سهل‌انگاری نسبت به صورت میگیره، این ربطی به مسیحیت لزوما نداره. در وهله اول باید این رو در مناسبات سود و سرمایه جستجو کرد. اینکه کمونیست‌ها چه کردن و کمونیسم چی میگه، اون یه بحث دیگه است. پیش کشیدن این مسئله خودش یک نوع مغلطه است که بهش میگن مغلطه یوتیوب. این یه موضوع. موضوع بعد اینکه من، ببینید بحث من این بود که در الان امروز که ما داریم صحبت می‌کنیم، اپوزیسیون ایران، حتی اصلاح طلبها، حتی بنی صدر که الان دیگه الان پر شدن ویدیوهاش توی ایران اینترنشنال غیره دارن همه در تو باش صحبت میکنن، اینا همه سکولار شدن. این گفتمان نبود 40 سال پیش، حتی شاید 20 سال پیش. این سطح از آتئیست‌های فارسی زبان که فعالیت سیاسی هم میکنن و ما نداشتیم و این دلگرم کننده است. گفتی اینا رو میلاد، حرف تکراریه. من فقط بحثم سر اینه که در پس از سرنگونی جمهوری اسلامی، این که اسلام بخواد در قدرت دخالت بکنه، این تقریبا من میتونم بگم که میشه پیش بینی کرد که امکان پذیر نیست. ممکنه در سالهای بعد مجدد برگرده که بعد خطرش هم جدی گرفت، ولی در کوتاه مدت این خطر جدی نیست. ممنون، من تمام. بابک تو بگو، بعد من جواب این صحبت میلادم بدم. من فقط یه چیز میخواستم با توجه به شناختی که از آرمین، یه چیز ببخشید، از میلاد دارم، چون تو خیلی از حرفاش من خودم باعث زیاد صحبت میکنم، میلا جان اون قسمت من فکر میکنم بیخورده اون عینک تعصبت نسبت به
کمونیست رو باید یه خورده برداره، یه خورده شفافترش کنه، چون تو اکثر صحبتات یه جورایی ما، من حداقل، من بابک، حالا شاید دوستان تو لایف شات هم همین نظر داشته باشن، شاید هم مخالف من، این احساس میکنم که متعصبی، این تعصب رو داری، این در مورد بحثای مختلف که داری میکنی همیشه از کمونیست یه حرفی هست. خب من بگم بابک جواب صحبتشو. خب میلاد ببین، تو میگی سیستم سرمایه داری که نقد میکنی، تو میگی به خاطر این سود و سرمایه است. خب من، تو میگی من مغلطه یه بار بردازم یا اون اسمی که خودت براش گفتی رو استفاده کردم، که برای که یوتیو رو استفاده کردم، یا اینکه مغلطه فارس به فارسی میشه که میگه پس تو همچی، فکر کنم میشه فارسی شیر میشه. خب در ساعتی که اگه من چیزی که گفتم، گفتم که هر سیستم دیگه به غیر از سرمایه داری بود، مثلا کمونیستی، مثلا کمونیستی رو با من مثال استفاده کردم، نگفتم سرمایه، منظورم این نیست که سرمایه داری اشکال نداره چون کمونیستی بدتر میشد، منظورم اینه که هر چیزی جای سرمایه داری میومد، مثلا کمونیستی، هزینه این سودها رو نمیتونست خوب مدیریت بکنه. چیزی رو که کمونیست‌ها حالیشون نیست اینه که هم میگن آ کمونیستی درباره فقط درباره سود و سرمایه است. نه، میگن سیستم سرمایه داری درباره سود و سرمایه است. یه قسمت این محاسبه رو یادشون میره. سیستم سرمایه داری درباره اضافه سود و هزینه کمه. کاست منیجمنت مهمترین چیزی که کمونیستا، سیستمای کمونیستی یا سیستمای غیر سرمایه داری خوب منیج نمیکنن اینه که میخوان هرچی تولیداتو ببرن بالاتر، ولی مدیریت اینه که اینه با هزینه پروداکتیویتیشون رو میارن پایین، تاثیرشون رو کمتر میکنن، به خاطر که نه پروداکتیویتی، قابلیت تولید، نه پروداکتیویتی به فارسی چی میشه. خب ولی همون تولیداتی رو که میخوان مثلا سیستم سرمایه داره با هزینه بیشتری میتونن اون تولیداتو به وجود بیارن. خب من دارم میگم ببینید، این که مثلا محیط زیست داره مثلا هزینه میده، به خاطر سیستم سرمایه داری نیست، به خاطر پیشرفته. ما پیشرفتی که داریم میکنیم هزینه داره، یه هزینه شو چی داره میده؟ طبیعت داره میده. چون سیستم سرمایه داری این سودها رو، این پیشرفتها رو با هزینه کمتری میبره جلو، هر سیستم دیگه میومد جای این پیشرفتها با هزینه بیشتری برای طبیعت به وجود میومد. بحثم این بود، مثلا سیستم کمونیستی، هر چیز دیگه هم جای سرمایه داری بذاری همینه. من یه جمله بگم و بعد برم پایین دوستان دیگه. ببینید تا الان من اینجا با آرمین هم نظرم، تا الان شاید بهترین سیستمی که بشر داشته همین سیستم بوده، و اتفاقا شرط پیشرفت بشر و توسعه صنعتی دست‌درازی به طبیعت بوده. اینو میشه فهمید. من بحثم سر اینه که تاریخ که به پایان نرسیده، برصد بشر رو به شدنه. اگر ما متصور میتونیم باشیم که در حوزه‌های دیگه پزشکی، تکنولوژی و غیره بشر پیشرفت بکنه، میتونیم متصور باشیم در بحث علوم سیاسی هم ما نظامی رو بسازیم که علاوه بر اینکه پیشرفت میکنه بشر، به طبیعت آسیب نرسه، اخشاری از جامعه بیروق نباشن و غیره. من یه مقدار یعنی جلوتر رو نگاه میکنم، ولی در اینکه تا الان بهترین سیستم و کارآمدترین سیستم همینی بوده که الان هست، من اینجا با آرمین موافقم. هر کسی که در قبل تحت عنوان کمونیسم سعی کرده جلوی مثلا تخریب محیط زیست یا بی‌حقوقی اخشار رو بگیره، عملا جلوی رشد صنعتی رو گرفته. این کاملا اینو من میفهمم و به آرمینم حق میدم و باشم موافقم. منتها فقط نکته من سر اینه که بشر رو به شدن میشه متصور بود جامعه ای رو که بشر در حقیقت سیستم سیاسی داشته باشه که بتونه پیشرفت بکنه و به طبیعت هم آسیب نزنه. این نکته آخر من. منم کاملا این حرف تو رو قبول دارم میلاد، و به نظر من چیزی که باعث میشه ما به اونجا برسیم همون تکنولوژی خواهد بود که سیستم سرمایه داری به ما میده. و یک زمانم من قبول دارم که سیستم سرمایه داری جاش یه چیز بهتری میاد و اون چیز بهتر کمونیستی نیست. یه چیز من قبول دارم که ما یه روزی به یه سیستم بهتر از سیستم سرمایه‌داری خواهیم رسید، ولی اون چیز بهتر من کمونیستی نخواهد. مرسی میلاد از وقتت. ممنون. مرسی. من میرم پایین. ممنون که به ما وقت دادی. ممنون میلاد عزیز، مخلصم.